مهمان داریم چه مهمان عزیزی بسیار با بازی های ایشان خاطره دارین سرکار خانم فریبا نادری خوش <تصفح> خوش خوش آمدین سلامت خیلی خوش آمدین خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین سلامت باشین و امشب کنار ما هستین اگر سلامی هست بفرمین بله منم عرض سلام دارم خدمت شما بچاکرم. و تمام عزیزانی که اینجا هستن و البته بینندات بسیار عالی قبل از برنامه میگفتن چیز سوال سخت نکن آره چشم مرسی چشم با یه سوال جنجالی شروع کنیم یا <laughs> به خاطر یعنی راجع به نقش شما در ستایش خوبه فکرم یه سن و <تصح> <سنو> سال نه 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 همین بهتر آه همین بهتره. آه، همی بهتره. <تصح> چشم به اونم میرسی خیلی این نقش منفی اولا خیلی باورپذیر بود ولی خیلی ریاکشن های عجیب غریبی داشت تو جامعه و یه بار هم حتی پاسخ دادین یعنی به مردم خودتون بگید برای مونیکا خب آره یه ذره مردم خیلی مورد لطف قرار میدادن منو به خصوص بیشتر خانم البته ولی خب باورپذیر که بود حتما باورپذیر بوده آره که آره بکنم ولی خب ستایش دو خیلی بیشتر مورد حمله بیشتر. قرار گرفتم ستایش سه یه ذره دیگه چس... انگار قبول کرده بودن که دیگه این میره و این همش به خاطر اون نقش بوده آره دیگه خودم اینجوری نیست نه یعنی مردم فکر میکردن که حمله میکردن به شما و فکر که همه فکر من پولشون رو بخورم مثلا همه همه نگاهشون بود الان مثلا میرم و رو زندگیشون سوار میشم و پولشون رو بالا میکشم و چرا همچنان نقش های منفی برای مردم جذابه؟ برای مردم که خب آخه بیشتر نقشه های مثبت نمیدونم از نظر خودم نقش مثبت خیلی نقشه راحت تری خیلی دیده تر شدن اصولا آدم های منفی رو خودم هم همه آدم ها کمتر معاشرت داریم با آدم م. منفی ها با اینا بعد تایم کنیم اگه کسی بعدی یا منفی رو هم داریم خانم قایمش کنیم خیلی به کسی نگیم اینقدر بده و معاشرت رو کم کنیم ولی دیدنش کیف میده دیگه آه آه بازی کردنش هم لذت آره نقش منفی همیشه برای بازیگر جذاب تا نقش مثبت و از بچگی بگین که خیلی شر بودین دست و پای برادرتون رو شکوندین کتف مادرتون رو شکوندین من. 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 که نکردم یعنی پیش اومد برادرم که به این شکل بود که ما از مدرسه اومدیم قرار بود کلید همراه حمید باشه همراهش نبود و گفتیم چیکار کنیم گفتم بریم از تراس خان محرمی همسایه‌مون من قلاب میگیرم تو برو بالا من قلابو گرفتم این رفت بالا قرنیزو گرفت دیگه رسیده بود دیگه من دستمو بل کردم و خوهرم رو دیدم که داره میاد اونم کلید داشت دیگه رفتم وارد تو خونه همسایه و اصلا هم نگفتم چی شده و نشستیم نهار خوردیم به فایزه گفتم تو برو بالا الان میاد می هم میرسه دیگه بعدش که آمبولانس و اینا اومدن یعنی بازم من گردن نگرفتم و یعنی گفتم به من من تا بودم خوب بود از من رفتم اینجوری شده. یعنی هیچ بخشی از این تقصیر شما نه یعنی قلاب اون... گرفتین اون نه دیگه من خواهر... خواستم در خونه باز بریم تو دیگه یعنی من حتی کمکم به این کردم که ما زودتر بریم خونه قلابم گرفتم اونم با اون وزنش رفت رو دست من بالا پایزه اومد کلان گردن نمیگیرین نه زیاد خیلی مامانم هم که یه چیز بود یعنی یه حادثه بود واقعا یعنی داشتن یه پتوی رو میشستن و نمیدونم چرا گفتم که مامان مارمولک مثلا مامانم اینجا بود پتو اونجا بود من اینجا گفتم مارمولک مامانم گفت رفت بالا منم رفتم یعنی فرود مامانم و با خروج من موازی بود یعنی من ندیدم که یه حادثه بود این؟ آخه مارمولک میدونی یعنی اونقدی دیگه نباید ارتفاع میگرفت مار مولک ارتفاعش خیلی بود کلن گردن نمیگیرن یعنی اصلا برای چی گفتیم مارمولک؟ مارمولک بود واقعا؟ نه آها یه حادثه بود اونوی اتفاق <applause> اتفاقی تو ذهنم فقط حالا شاید دست من بعدش بخواستم چیز دیگه ای بگم مامان من یه جب گرفتش بله تخ... تقصیر مادر بوده بله آره ولی <applause> ندیدمش دیگه اون رفت من رفتم بابام اومد من بازم رفته بودم مثلا نبودم بسیار <applause> تو خواب خور و پف میکنن اینم تقصیر من نشنیدم آها من چیزی که نشنیدم که گردن نمیدونم از این لحاظ از شما درست میگه خیلی خوب البته اینم میخواستم درمان کنم این رفتم یه دکتری اون موقع و هزینهش بالا بود و گفتم که خب دلیلی نداره این هزینه رو من پرداخت من که نمیشنوم که من میخوابم صبح بیدار میشم من مشکل نداشتم من گفتگو با شما سخته خیلی سخته من نمیدونم چی کار بد بکنم ولی چشم هرچی شما بگید چند سالتونه؟ راستش رو بخواین من چون میدونم که بل... اول و آخر باید جواب بدیم من دلمم می‌خواست میخواست رو بیارم ولی و رفتم اقدام کنم برای این کار ولی اکسو که دیدم گفتم که امکان نداره کسی بگن این هستان یکی دیگه از قبل از جراحی بینیم بود و به خاطر همین گفتم که فقط بگم همه باور میکنن چون موقع مثلا یه بینی من داشتم بگم چه شکلی بله بله هم عقابی بود هم استخونی بود یعنی دوستانی که عمل میکنن میدونن معمولا میگن یا بینی گوشتی یا استخونیه مال من یه چیزی بین استخونی گوشتی یعنی پایین گوشتی بود بالا یه استخون داشت و من این ایراد رو نمیدونستم تا اینکه یه سریال ازم پخش شد و اونجا دیدم چقدر بدم یعنی از اونجا هم تصمیم گرفتم که عمل کنم بینیم و واقعا خلاصه عمل کردم و این شدم سنم هم سی و شیش سالم سی و شیش؟ تمام خیلی هم, تازه حالی. ورودش هم حالی. خیلی هم حالی بله و باور نمی کردن که سی و یعنی بیشتر به نظر نه 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 اکس و از این جهت نهی وردم که می گفتن این خودش نیست تفاقه یعنی از لحاظ ظاهری قبل عمل و بعد عملم هم مثلا زندگیم تقسیم شده خیلی متفاوت خیلی هم عالی و بسیار خوب سی و شیست سالگی سن خوبیه برای خانم ها میگن بحران خانم ها در سی سالگی به بعد نه درسته بحران که خیلی سن بامزه یه میدونین یه پختگی هایی داره یه ذره دیگه ما شما که خودتون هم رد کردین ولی خب خانم جان نبودین احتمالا نمیدونم, نمیدونم. آره. ولی نه واقعا میگم اینو خیلی با فکر تر عمل میکنم آه. فکر... چیز شد یعنی چیز هم هنوز جوانید هم پخته این آره, این آره دیگه این آره. سن خوبیه خیلی خوب و از چه سالی کار بازیگری شروع شد؟ هشتاد و و کار کردم همون که میگم دماغم بد بود بعدش سه سال کار نکردم یعنی درس و دانشگاه و اینها آها. رو تمام کردم و دوباره و چه رشته خوندی؟ من گرافیک خوندم. گرافیک بل. و اون اولین کار چی بود اگه اشتباه نکنم؟ مروارید سرخ سرخ و کار بعدی چی؟ ادامه کار؟ گل بارون زده بود که بعد از سه سال کار کردم و همینجور فقط سریال مدام سریال اه. کار کردم چی شد که اصلا وارد کار بازیگری شدی؟ خیلی ات... خودم خیلی دوست داشتم این کار رو یعنی این شغل رو از بچگیم ولی خب موقعیتش هم پیش یک بار پیش اومد خانواده مخالفت اه. کردن برای اجرای یک برنامه به پیشنهاد دادن خیلی اتفاقی اه... خودم خیلی دوست داشتم ولی اتفاقی که افتاد که بازیگر شدم یکی از دوستان مثلا گیرمور بود و میخواستن برن برای تست یک سریالی تست بازیگر ایشون گیرم اجرای گیریمشون بود گفت من میرسونم گفتم آره اون روز توی اون دفتر داشتن برای همین پروژه مورد سرخ انتخاب بازیگر میکردم من نشسته بودم گلنازم پایین بود و این خانم آقا می میرفتم میومدن تا سه ساعت بعد آقای آقای گفت شما هم برای تست اومدین گفتم نه گفت حالا بیاین تست بدین گفتم باش رفتم تست دادم و همون موقع هم قرارداد بستم و آره جدی گفتم من بعد قرارداد ببندم اینا شرف هم مونده بودن چی میگه چه عجیب آره. چه عجیب همون روزم تست چی بود؟ تست دادی؟ نه بله یه متنی از خود فیلم نامه بود که افتن سه خطش رو بخون خیلی جذاب بود اون دیالوگا و من دو سه صفحه ای رو خوندم و خوششون اومد آقای مرحوم شاپور غریب کارگردان تست بازیگری ما رو دیدین؟ اه بله آه. همینه چرا هیچ نمیگه چی؟ این یه چی؟ یه جوریه؟ آره بیچار. الان تست بدم؟ یه دوست داریم مثلا با نگاه بگین که من و این گوی اگر میتونستیم با هم یه سلفی بگیریم خیلی خوب میشد که نمیشه چرا دست؟ کلام و اینا نداره مم. نه الان گرفتیم دارین فکر, دار فکر میکنیم که اگر بتونم با این یه سلفی بگیرم چقدر خوب میشه مم. الان دارم جست میام تو هم لنز اون داره رو از شما عکس میگیره <applause> <تصفح> این فکره یه جوریه میدونی آره یه جوری آره میدونم. میدونی میدونی آره آره سخته و آسونه و <تص> <تص> اون تستی که من دادم انقدر سخت <تص> <تص> خب خیلی اهل فضای مجازی هستین؟, هستین. اهل فضایی نه اونجوری که برم توش و شلوخ کنم و خیلی باشم اینه ولی آره دوست دارین فضای مجازی رو؟ یه وقتایی خب خیلی اه، 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 کارسازه برای اه. یه سری کارها واقعا برای یه سری اطلاع رسانی یه سری حرکت ها واقعا موثره ولی خب یه وقتایی هم آره یه وقتی مثلا حرفایی از خودتون میذارین حرف میزنین با مردم وقتی حرفی با دقیقا واسه گفتن داشته باشه و نیاز باشه که یک عده زیادی اون حرف رو بشنبن به نظرم به جاس خیلی استفاده درستیه درست ازدواج کردین؟ بله چی شد؟ رفتیم محضر رو به خب، سلامتی شد <تصفح> شلو به سلامتی اه... والا نمی گرفت یعنی من اصلا به این شکل بود که من برادرم همسایه سام درخشانی بودیم و سام درخشانی گفت ما آشناشین این ها اینها خلاصه بعد از ماهای طولانی ما همدیگر رو دیدیم و و همون اولی که ما همدیگر رو دیدیم ایشون گفتن که به من قصد ازدواج ندارم و من خیلی ازش خوشم گفتم منم هم همینطور یعنی اصلا میخواستم که چیز نشه تو هم دیدین گفت من قصد آره و من گفتم اتفاقا من هم, هم بهترین انتخاب داریم میکنیم ولی خب من واقعا قصد ازدواج بود و نمیگرفت دیگه یعنی مثلا نه که نگیره ها میخواست نمی... مثلا هی میگفت حالا مثلا تا اینکه دیگه من گریه و با من جوونیم و بعد گذاشتم و آها. آه. <تصفح> 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 از این زاویه وارد شدیم <خواه> <تصفح> خب. ولی گرفت و و تا حالا کارهای بازیگری شما رو ندیده بودن نه اصلا نمیدونست اصلا نمیدونست شما بازیگری شاید اگه میدونست راحتر ای... یعنی زودتر میگرفت نمیدونم <applause> <تصفح> <تصفح> خیلی چیز بود که نگیره یعنی اصلا میگفت من ازدواج اصلا چیزم آها. مشکل داشت هم حرفه ما که نیستن نه خیلی نه نیست و یک کوچولوی زیبای دو ساله داریم بل... که اسمش یارا یارا عزیز دلم خیلی خوب زندگی چطوره این همه سختی کشیدین تا ایشون بگیره آره به قرآن یعنی اصلا نه بعد چی الان خوشحال این زندگی خوبه الان خودش خوبه. میگه زودتر میگرفتم آه. آه. این این من و من میدونستم همیشه هم بهش بغض میگفتم که تو وقتی بگیری به میفهم. من میگی آره الان فهمیده ولی خب شما هم خوشحالین من خیلی خوش خیلی. همه چی خوبه آره خیلی خوب. خوب خیلی هم خوب الان مشغول چه کاری هستین یاد یعنی تا قبل از اینکه این اتفاقات کرونا اینا بیفته سینما بوده تلویزیون بوده یه کار سینمایی کردم در واقع کار رسانه کردم یک فیلم سینمایی برای رسانه تا اواخر اسفندم سر کار بودیم که آقای مسعود عسکری و بعد از اون یک سریالی پیشنهاد شد که به دلیل همین شرایط و من زار ترسو هم اینها قبول نکرد یعنی تا این شرایط رفت بشه یک سریال دارین برای تلویزیون یک سینمایی رسانه‌ای سینمایی بله برای شبکه خانگی در بله و یک سریال آماده پخش هم دارم که فکر میکنم برای بعد از ماه مبارک رمضان تو کارهایی که کردین کدومو بیشتر از همه دوست دارین ستای ستایش رو از دوست داشتم ستایش رو دوست داشتم پرستاران هم خیلی دوست داشتم به دلیل خود نقش نقش یک پرستاره آه. مهربونه دوست داریم که ستایش ادامه پیدا کنه شاید یه یعنی ادامه پیدا کنه نه دیگه وقتی من مردم دیگه نه دور از جون یعنی فریسی ما لطفی نداره دیگه کی پول کیو بخوره <تصح> <تصح> <هم> آره اینا <تصح> رو خوردم خوردم خیلی خوب <تصح> و واکنش های مردم خیلی جالب بود نسبت به این موضوع خیلی خودتون هم برخورد هایی داشتین اول خب منم گارد میگفتم ببین بر میخورد میگفتم مثلا فیلم چرا انقدر یه هم اینجوری نگاه میکن خانوما خیلی ازم فراری بودن اصلا اینجوری بودن که مثلا <applause> یه حال خیلی بعد و میفهمیدم داره فش میده و ناراحت میشدم ولی تو ستایش سه وقتی پخش شد همون ریکشن ها بود ولی مدن توضیح میدم که ما میدونیم ما میدونیم شما نقشه بد بازی کردین و اینا و خیلی اینجوری بود یعنی هم خیلی نرم <applause> مورد لطف قرار و در زندگی آدم با هستین آره با. یعنی شریف و با وجدان و براتون مهمه جز اون چند تا موردی که مثلا مامانم و برادرم و اینا اونجوری شدن اگه اونا رو جز وجدان حساب نکنیم ولی هست ولی آره واقعا خیلی خوب میکنم که باشه خیلی خوب و جدا از بازیگری کار دیگه ای هم میکنین؟ خانه داری آها یعنی کار دیگه نه 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 کار شغل دیگه ای وجود ندار خب چند تا سوال میپرسم با بله یا خیر یعنی حاضرین به خاطر دخترتون شغلتون رو کنار بذارید؟ چیزی بگم؟ بله، ولی خب قبل داره ها یعنی اینا مثلا یه توضیح بدم که بعدش خواهش میکنم که بگی ببین مثلا اگر که خود بگی براتون بگم اگر که خود یارا بگه نه یعنی یه چیز منطقی باشه که آره میپذیرم که نرم کار نکنم خیلی هم عالی یعنی همجوری یه بگه ماما نرو مثلا دلیل باید آره وجود داشته باشه آره. خب حضرت به خاطر نظر همسرتون شغلتون رو بذارید کنار اه... سخته با بله یا خیلی سخته آره میدونین آره بله حالا سخونه صحبت میکنیم میکنی؟ <applause> <applause> اینو با خودشون ادام توضیحش رو با خودشون صحبت آره برای اینکه چ... میدونست مناخه بازیگر آره. اولش که آشنا شدیم نمیدونست ولی بعدش که معرفی کردیم گفتم من بازیگرم یعنی يعني... بسیار خوب حاضری در ازای یک پول بسیار بزرگ بازیگری رو بذارین کنار چقدر بود؟ خیلی نه واقعا خیلی آقا اینجوری میگین اصلا؟ اصلا یه وضعی بشه بازیگری رو میذارم کردم ولی مثلا میام تایپ میکنم بعد خورد خورد یعنی ای تو این حرفه میمونی آره میمونم میکنم خورد نقشه افتخاری بازی میکنم تا دوباره جای خوب باز کنم اونجا خیلی. حاضرید به خاطر یه نقش خیلی خوب دست موز نگیریم بله. بله بله اگر به شما بگن که روزی دو ساعت برای بچه های بی سر پرست کتاب بخونید با افتخار میکنید انتقاد پذیرین؟ این هم از اون ولی بله یا خیر سخت ولی آره از آدمش از یعنی به درستی آره همینجوری خوشش نیاد یه چیزی بگه یه چیزی میگم یعنی متوجه شده؟ مغرورین؟ نه اونجوری دوباره میگم اینا آخه نمیشه چرا دیگه سختیش به همینه یا علی مغروری مم. یعنی <تصفح> شست به چهلم مثلا شست یعنی شست هستی. و هستم هستین چهلتان. چهل تا نیست خب. از اینکه یه روزی فراموش بشین میترسین؟ آره قطعا بله دلتون میخواست که همیشه تیتری یکی روزنامه ها باشین؟ هر روز؟ نه دیگه هر روز نه دیگه ولی دوست دارم انسان، یعنی آدم کلن کمال ایم خوشم میاد به عشق در یک نگاه اعتقاد داری؟ آره دیگه میبینین چجوری سوختم پاشید <applause> 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 شده تا حال از پرکاری یک بازیگری ناراحت بشین؟ نه، واقعا نه بین عشق و وظیفه انتخابی دارین؟ عشق و وظیفه؟ عشق و... قطعا هنرمند مردمی یعنی چی؟ هنرمند مردمی هنرمند مردمی یعنی هنرمندی که تو، توی دل مردم شاید تعریف من غلط باشه نمیدونم ولی من وظیفه خودم میدونم وقتی که توی یک جمع میرم توی خیابون میرم توی سوپرمارکت میرم با حال خوب برم برای اینکه آدم منو اون یه تصویری از من داره و ده ده. اون فکر میکنه که من دختر خاله‌شم، چون منو مدام دیده من اونو ندیدم و هیچ وقت با حال بد جایی نمیرم سعی می‌کنم برخورد خیلی مثلا اینجوریه وای خیلی ممنون که دیدم مثلا میگن خوشحال شدن دیدم تو میگم منم خوشحال شدم دیده. و واقعا خوشحال اه. میشم چون خیلی کیف میده به همین که آدما منو دیدن دوازده ساعت هر روز سر صحنه بیخوابی، غذای مثلا گاه هم بعد مزه چون من خیلی بهش اهمیت میدم سرما گرما لوکیشن های عجیب غریب و خستگی زمانی در میاد که مردم میان و میگن که وای خانم نداری این یعنی تمام خستگی من در میاد فکر مردمی بودن تعریفش از نظر من درسته اینه. و اینکه غذای سر صحنه رو حساسین حتما دستپختتون پس بسیار خوبه نه بعد نیست، تعریف از خود نه اصلا یه کن... چیزی خوبه میگه دیگه آره. اشکال نداره خیلی عالی تا حالا شده یکی از کسانی که شما رو دوست دارن از هواداران شما هستن یه چیز عجیب غریبی از شما بخواد نه نه عجیب غیب. مثلا بیشتر دوست برم شهرشون مثلا میدون کسایی که تو تهران نیستن و این سخته که من توضیح بدم که واقعا وقت نمیشه خیلی وقت این اتفاق بیفته و خودم بیشتر اذیت میشم اینکه مثلا یه خواسته خیلی عجیبی داشته باشن آخرین پستی که در پیجتون گذاشتین راجع به بنیاد نیکوکاری بود در ارتباط با بچه‌ها کودکان دغدغتونه این ماجرا خیلی زیاد و از بعد از تولد یارا خیلی هم حساس تر شدم خیلی غیرتم روی این کار بیشتر شده خارج از وظیفه و یک آدم هنرمندی که یک رسالتی داره که این کارو بکنه نیست یه ذره, یه ذره نه خیلی بیشتر شده و میگم اینا یعنی هر بچه ای که الان در شرایطی نیست که بتونه درست زندگی کنه شاید با کمک چند تا از ماها یه آدم بزرگی بشه و یه خدمت خیلی عجیبی به ملت بکنه فقط زمان زندگی من این سال من خیلی دوست دارم دوستم دو سال واقعا زندگی کنم ولی واقعیت اینه که این امکان پذیر نیست و این بچه ها همشون ما هر خطی رو بهشون بدیم اینا میرن دلم میخواد که این کار تا جایی که میتونم انجام بدم استقبال شده خیلی خیلی چقدر عالی برد. چقدر عالی و چه کار خوبی میکنید واقعا بزرگترین معزلی که امروز جامعه ما درگیرشه به نظر شما چیه؟ شرایط فعلی رو همه میدونیم واقعا ولی یک چیزی که برای من آزاد است و شاید موزل باشه و الان خشمیه که توی آدم هست. به خاطر شرایطی که هممون توش هستیم توی هر لیولی که باشیم از لحاظ اقتصادی از لحاظ فرهنگی الان حالمون بده همه حالمون بده و این حال بدیه رو گاهی میبینی که آدما سر همدیگه خالی میکنن و این خشم خیلی ترسناک میشه اگر ادامه دار باشه درسته. به عنوان یک شهروند چه توقعی دارین از کسانی که میتونن کاری بکنن یه کاری واقعا بکنن مثلا یه چیزی من بگم چند روز پیش دقیقا دو به بهشت برای من اس اومد که قبض اموالتون انقدر شده پرداخت من پرداخت کردم 13 اردیبهشت دوباره این اتفاق افتاد و یه عدد خیلی عجیبی من بلا فاصله دایرکت دادم به آقای جهرامی و گفتم چشمو پیگیری میکنم و فلان امروز یه آقای زنگ زدن بدون اینکه منو بشناسن یعنی واقعا این آقا تا لحظه آخر که من معرفی کردم گفت وای مثلا وای شما این و اینا تا قبلش اصلا نمیدونست فکر میکرد من یه خانم نادری هستم که شاکی هم و اینا و شروع کرد به من توضیح دادن شما میتونید این بسته ها رو بگیرید و در انتها بهش گفتم که من از شما ممنونم به خاطر اینکه شما به یه آدم زنگ زدین به یک شهروند تماس گرفتین و مشکلش خواستین حل کنین به فریب و نادری زنگ نزدین که بره پوزتون چهار تا جا بده یا اطلاع از ترس اینکه اطلاع رسانی ق... و این برای من خیلی کار شریفی بود این حرکت کاش که همه همین باشن یعنی نگاه مسئولا به همه آدما به, یه چشم ببینیم هممون داریم در کنار هم زندگی میکنیم کیفیت اینجوری به نظرم شاید بیاد باله. چقدر خوب. بله و اگر یک پست اجرایی داشته باشین خودتون اولین چیزی که بش. رسیدگی میکنین و اولین دستوری که میدین چیه؟ چی؟ سیاسیه یا فرهنگی نه س... سیاسی که اصلا چون هم آدم ترسویم هم و سواد این کار ندارم خیلی واردش نمیشم ولی شای... شاید نه قطعا جاهایی رو ت... ت... ترتیب میدم و میسازم که تمام این بچه هایی که میرن ام... بچه کودکان کار رو سعی میکنم که به من منظر هستی <applause> <applause> چرا معذرت میخواین این حس بسیار حس زیبا و خوبیه برای اینکه وقتی اینا رو مقایسه میکنم بچه‌ای یه تا کمر توی سطل زباله است و دنبال چی میگردی اون تو اصلا میدونی بعد دختر خودم هم میبینم میبینم یه ذره جورابش داره دوندون میشه میدونم دو دوتا جوراب براش به هم یه وقت کم نیرم این, ام. این مقایسه من دیوانه میکنه و شاید قطعا اولین کاری که میکنم یک جاهایی رو تدارک میبینم برای آموزششون برای رفاهشون برای که فقط من این موقعیت رو بهشون بدم که اینا درس بخونن در آینده چه اتفاقی براشون میفته مهم نیست اینی که یه آدمی تحصیلات داشته باشه تو محیط فرهنگی روش کنه خیلی بهتر از اینه که توی سطر زباله دنبال تنونی باشه که ما واقعا دیگه قابل استفاده نبوده و انداختیم درست خیلی عالی. کاش همه ما هم تک تکمون این حس مسئولیت و این احساس رو نسبت به کودکان داشته باشیم واقعا میخواین اصلا ادامه ندم؟ میخوام من برم بیرون نه شما اینجا بشین من نه نه فقط اون دیگه چیز شد اولش یه جا گفتین که نقش های کمی در سینما به شما پیشنهاد شده فکر میکنید این در واقع یه چیزیه که جلوگیری میکنه در سینمای ما یک دستی هست یک کسانی هستن نه خیلی نمیدونم ولی خب قطعا که وقتی کاری موفق میشه توی یک با یک تیمی معمولا به این شکل که با همون تیم عوامل م -م. ادامه میدن و به خصوص توی سینما این ریسک نمی نمیکنن که بخوان بازیگر جدیدی رو بیارن م -م. جدید از لحاظ چرا ما بازیگری داریم که معرفی شده با سینما اصلا معرفی شده م -م. اون خیلی باورپذیرتره تا اینکه یک بازیگری مثل من که فقط تو تلویزیون بوده و مردم اون رو با یک سری نقشای خاص دیدنش مثلا بگم بیارمش کار تنز مثلا سنم. <تصفح> سینمایی شاید نفروشه و این حق رو شاید بدم به کس ولی خب من خیلی آدم با و خیلی دلم میخواد که <تصفح> کنم <تصفح> <خیلی> <تصفح> ولی خب این موقعیت هیچ برام پیش نایمد که بتونم وارد بشم و برای توی کار سینمایی <تصفح> یا کارهای تنز این شکلی ولی خب هم حق دارن و هم حق دارن واقعا شاید منم اگه به عنوان کارگردان و تهیه کننده کار سینمایی بودم ریسک این نمی‌کردم یک بازیگری رو بیارم از تلویزیون و بذارم چند تا کلمه میگم حستون رو بگین هفت سنگ <متصفح> هفت سنگ آره من بچه بودم هفت سنگ بازی میکردم و قانونم این بود که خب کس نبر میبرد چون با سنگ میزدم تو شیشه يعني... آه. آره نمیدونم اما یعنی بچه بودم اینجا حادثه بوده اینا هم. ای همه, ای این آره واقعا یعنی بعضی وقتی یه سه اتفاقا باید بیافته اگه من اون سنگو شاید نمیزدم اون میتونست بره و تصادف کنه یا خیلی اتفاقا یعنی اون اون سنگ باعث میشه که سر بچه خون بیاد بره تو خونه بره خونه یه هفته تا اینکه بره یه ماشین بزنه خدایی نکرده میدونی هیچ وقت از زاویه هایی که شما به زندگی و جهان نگاه می‌کنید تا حالا نگاه نکردم برام تجربه خیلی عجیبیه به خدا ده. میگم یعنی آره واقعا من فکرشو بکنید کاملا. مردم کاملا کاملا امشب اگه شما الان اینجا نبودین دو دو اصلا همین همین امشب معلوم ممکن بود مثلا برام زیر تریلی اگه بیرون نه. بیرون بودم آره میدونین یعنی من با... مدیونتونم آره با... و خیلی های دیگه در جهان خیلی همین دوستان که هستن بله همه تک تکتون آره اصلا میدونم <عز> الان همه اینجا این در امنیت کامل و این به خاطر حضور بله خوده این معزز نه نه معزز از این زاویه عذب... اصلا به جهان نگاه نکرده خیلی جذابه لیلا حاتمی به شدت قابل احترام هنرمند بله کتاب می سلبریتی جوزف خوش خورتایناست اخیرا اصلا جرات نداریم راجع به حرف بزنیم چون خیلی دیگه خیلی زمان زیادیه که راجع به این کلمه آدمهایی که فصل میشن به این کلمه یا نمیشن یا خیلی موضوع عجیبیه دیگه در فضای مجازی خیلی گارد میگیرن ولی خب نمیدونم ب... م... چیز زشتین یعنی چیز بدی نیست بد نیست آدمی سلبریتی باشه بده آه. مثلا که تو تو یک موقعیت ورزشی هنری سیاسی تو یک جایی یک موقعیتی داری که آدم بسیاری تو رو میشناسن از روت الگو برداری میکنن و به حرفت گوش میدن باید. تو خیلی جاها کاربرد داره حالا آه. یه سری هم خب پو فش میدن دیگه, دیگه. کش، اونو... کش. اونو... کارش نمیشه واقعا الان دغدغه دق فعلیتون چیه؟ دغدغه دق ندارم واقعا. راجب کار، راجب زندگی، راجب اجتماع، راجب خودتون شخصی بیشتر. دلم یک سفر خیلی خوب میخواد بدون اینکه ماسک و دستکش و الکل ببینم واقعا یعنی یک جایی به دور از همه اینها و همیشه تو فکرم همین بوده که یه کاری واسه میگم بچه ها بکنم و ام. این دقدقه امروز و دیروز و اینا همیشه, همیشه با همه یعنی از هر کسی که احساس کنم میتونه کمکی بکنه میتونه یه راهکار خیلی خوبی بده برای این داستان کمک میگیرم و چقدر عالی اگر برگردین به گذشته چه چیزی رو پاک میکنین از زندگیتون امروز من آخه نتیجه تمام اشتباهات منه امام. یعنی من الان به هر چیزی که رسیدم و به خیلی چیزا هم نرسیدم ولی با افتخار راجبش صحبت میکنم چون نتیجه تمام اون اشتباهات نتیجه تمام اون زمین خوردن ها همه همه ای اینا شده ام. من امروز و نه پاکشون نمیکنم بسیار خوب و اگه بازیگر نمیشدین چی کار میکردی؟ تایید کننده میشدم و خود افتخاری و اینا و تایید کننده خوبی میشین فکر, فکر کنم چون واقعا دوست دارم که حال عوامل خیلی خوب باشه از لحاظ سرویس دهی به احا. آره فکر از این کارا بشه که ضرر میشه همش شده من خیلی سعی میکردم خیلی تو خیلی پروژه ها که حال همه خیلی خوب باشه و ضرر شده ز... واقعا ضرر میشه آره. چون... قاعدتا هم حال همه هم در نهایت نخواهد بود چون یه چی یه کسی یه جای ایرادی میگیره یعنی باب میل همه هم همه چی نخواهد بود ولی آره قطعا ضرر میکنه ولی اون پوله رو که اگه گفتین اون بشه اون, بشه اون خیلی خوب میشه اصلا شده <تصفح> بیشتر آدم احساسی هستین یا ای آدم منطقی احساس احساسی ها. بین علم و کدوم رو انتخاب متوجه شدم آره بین کمدی و تراژدی کمدی کومی. پولو خیلی دوست دارم یعنی علمم دوست دارم میدونم آره. اصلاً،, اصلا خوبه همون که پول؟ نگفتین آره. <laughs> همون که نگفتین خوبه آره. <laughs> و کمدی رو بیشتر بل. بل. و کمتر کار کردین میگم بيگم... نشده خیلی. با هم کار کنیم تو رو خودم آره چرا که نه با افتخار خیلی خوب منتظر نقش خاصی هستین که پیشنهاد بشه؟ کمدی واقعا منتظر آه چقدر از این مدرم که دعا میکنم تایش میگم خود خودت میدونی مثلا <applause> چون یه سری دعای فیکس دارم و دیگه بعضی وقتا دیگه میگم خودت میدونی دیگه خیلی شلوغش نمیکنم که اون که خودت میدونی فهمیدم خیلی خیلی خوب خیلی هم خوب چیزی هست که من نپرسیده باشم بخواین از اینجا بگین نه دیگه والله همه چیزی. هر چیزی نه, نه؟ احساس خوشبختی دارین بله خیلی هم عالی. خانم نادری خیلی بازیگر خوب امیدوارم که این اتفاقی که خیلی دوستش دارین یعنی کار کمدی رو بتونیم انجام بدیم و خدای خودت دارین میشنوید دیگه من نگم از بله پرد. چرا که نه چرا که نه خیلی هم با افتخار،, با افتخار با افتخار و امیدوارم همیشه بدرخشین سلامت باشین مهشت. با خانواده و با یارای عزیز مهشت. و بهترین ها رو براتون آرزو خیلی ممنون خیلی ممنون خیلی ممنون خیلی ممنون متشکرم خیلی ممنون مرسی خیلی ممنون